صبح بخیر. راحت باش. سلام رباب، من زویا. میشناسمتون. اومدم حالتون رو بپرسم. خوبم. ببین رباب، من نیومدم اینجا اذیت بشی، فقط یه سری سوء تفاهمات پیش اومده، اومدم که اونا رو با حرف زدنمون برطرف کنیم و نتیجه بگیریم. من اولین بار که اومدم اینجا فریگو، بین من و آشر هیچی نیست. نمیخواد تعجب کنی، کاملا مشخصه که تازه نامزد شدین و یه هایی همچین خبریو بهت دادن. طبیعیه که شک کرده باشی، شاید فکر کرده باشی که بین من و عشر چیزی هست، اما نه، هیچی نیست. بین من و عشر هیچی نیست. اومدین اینو بپرسین؟ آره، این فقط خواسته بقیه بود، نه عشر. بقیه؟ امبه و فری. و تو؟ من حتی فکرشم نمی کردم. طرز فکر من و عشر از زمین تا آسمون با هم متفاوته. ما فقط رابطه ی فامیلی داریم و بیشتر از این هیچی نیست. حتی دوستای خوبی هم نیستیم، چه برسته به رابطه ی عشق و عاشقی. میخواستی چی بگم؟ همون چیزی که واقعیت داره. تو از داداش خوشت میاد و بی نهایت بهش علاقه داره. با گفتنش چی میشد؟ این میشد که از ازدواج با زویا صرف نظر میکرد. بعدش چی میشد؟ یعنی بعدش عشر با من ازدواج میکرد؟ آره رباب. ولی دیگه من همچین چیزیو نمیخوام. اون اتفاق نظر منو عوض کرد. حالا دیگه نه از عشر خوشم میاد و نمیخوام باهاش ازدواج کنم. الان تو دلخوری یه چیزی میگی، ولی هم من میدونم و هم تو که هر اتفاقی هم بیفته حس و علاقه تو به داداشی جا خواست نمیشه. چرا به خانواده زویا گفتی؟ چرا نباید میگفتم؟ ما داریم باهاشون وصلت میکنیم. با دروغم نمیشه که وصلت کرد و پیش رفت. پس به خانواده شوهر فری هم همه چیو میگفتین دیگه؟ مگه دیوونم که برای تموم دنیا همه چیو تعریف کنم؟ ثروت زنگ زده بود و ما رو دعوت کرد، گفت زهرا هم با خودتون بیارین. منم همه چیو تعریف کردم. مامان نمیگین یه وقتی این حرفا میتونه روشون چه تأثیری بذاره؟ خب بذار بذاره. وقتی تو دل تو ذره‌ای برای رباب جان نیست، اونا چه مشکلی دارن؟ بفرمایید، اینم قهوه. ممنون. وهاب،
به نظر من مامان و خواهر عشر از این وصلت خوشحال نیستن. چرا؟ چون حتی یه بارم ما رو دعوت نکردن خونشون. از کی تا حالا انقدر به این مسائل کوچیک اهمیت میدی؟ تو روابط جدید اینجور مسائل کوچیک خیلی اهمیت دارن. من همون روز نامزدی متوجه شدم که اونا خوشحال نیستن. پس باید چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ انتخاب زویاست. باید همون کاریو کنیم که اون میخواد. راستش من اصلا دلم نمیخواد این وسط به هم بخوره. میتونیم با پدر مادرش حرف بزنیم. چی بهشون بگیم؟ اول اینکه ما یه دلیلی براشون بیاریم که بچه ها باید زودتر ازدواج کنن. چه دلیلی بیاریم؟ آخه اینم شد دلیل؟ میخوان قبل حج رفتنشون عروسی رو برگزار کنن، مگه بعدش نمیتونن؟ راستشون هم میخوان که مسئولیتشون رو سبکتر کنن. خیلی پیشنهاد عجیب و بدی ندادن. اونا روز نامزدی هم گفتن که زودتر جشن عروسی رو بگیریم. باشه، پس خودتون دوتا عروسی بگیریم. ای بابا خانم چت شده؟ تو هنوزم به این فکر میکنی که عشر رو بابا قبول میکنه؟ من دیگه قید امید داشتن رو زدم. خود دانی. روباب عزیزم، اول از همه برای دیر جواب دادن معذرت میخوام. من میدونم که بی صبرانه منتظر نامم بودی. حتی شاید به این فکر کردی که هنوز نامت به دستم رسیده یا نه. هر بار جلوی در به انتظار نشسته باشی که الان ممکنه پستچی نامی منو بیاره و بعد ناامید دوباره برگشتی، منو آزار میده. شاید به اینم فکر کرده باشی که نکنه از حرفت ناراحت شده باشه. اینو بدون من هیچ وقت از حرفت ناامید نمیشم، ناراحت هم نمیشم. شاید خیلی منتظر بودی، اما واقعیت اینه که بعد از این همه انتظار شاید با باز کردن این نامه خیلی خوشحال نشده باشی. با خودت بگی که باز یه نامه دیگه فرستاده و نخواسته که رو در رو همو ببینیم. هیچی نمیگه، ابراز علاقه نمیکنه و با نگاه های عاشقانه منو نمیبینه. اما چرا به نامه نوشتن ادامه میده؟ همینجوره نه؟ ببین، من حرف دلتو شنیدم و این رابطمون هیچ وقت تموم نمیشه، اما رو در رو دیدنمون خیلی سخته. شاید فکر کنی چه جور مردی هستم. شاید بگی اصلا عرضه ندارم که رو در روت وایسم و عشقمو بهت ابراز کنم. اما راستشو بخوای واقعا الان شرایطشو ندارم. اصلا نمیتونم رو به روت ابراز علاقه کنم. چی شده روباب؟ تو حالت خوبه؟ آره خوبم. چطور؟ این بوی دود از کجا میاد؟ آتش زدم. چیو؟ خاطرات قدیمیو. مامان عزیز دلم، مامان من حالا باید چیکار کنم؟ صبور باش عزیزم. باشه، Thank you.
ठेस की ठेस उठे है दिल में, दिल का दर्द ना जाए, जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। अश्को तो नमीतुनी از من پنهون کنی، من میخوام از اینجا برم مامان، میخوام برای چند روزی از اینجا برم و دور باشم. چرا اینجا وایستادی؟ زویا داخل اتاق منتظرته. فری، من اشتباه بزرگی کردم، اصلا نباید با زویا ازدواج میکردم، میفهمی؟ این حرفا چیه میزنی؟ فکر کنم من عاشق رباب شدم. متوجه چی داری میگی؟ دارم از احساس درونیم حرف میزنم فری، من الان حس خیلی عجیبی دارم، میفهمی؟ تمام این مدت عشق ربابو نادیده گرفتم، نباید این کارو میکردم. حالا هم که یکی دیگه رو وارد زندگیم کردم، به این حسم پی بردم که من عاشق ربابم، نه اون یکی، میدونی چی میگه؟ و اونو نمیخوامش. یا شایدم این حس از اول تو قلبم بوده و من نفهمیدم، نتونستم درکش کنم، میدونی؟ یا شایدم به خاطر لجبازی بچه گونم که با زنداییم داشتم، نتونستم به این احساسی که دارم پی ببرم. داداش، من اصلا متوجه نمیشم که چی میگی. زویا چی میشه؟ من نمیدونم. یه چیزی بگم، به حرفم گوش میدی؟ بگو. هر رفتاری که تو با رباب داشتی تموم شده رفت، اما لطفاً از زویا یه رباب دیگه نساز. همین الان برگرد به اتاقت، زویا اونجا منتظرت. لطفاً داداش، مامانم خیلی نگرانت میشه. Thank you.
حرفی نداری؟ خیلی خوشگل شد. یه لحظه، این برای تو. خودت دستم کن. حتما. ممنون. ببینم اشیر، همه چی خوبه؟ آره همه چی خوبه، اما انگار آشفته به نظر میای. نه فقط من یکم خستم، میدونی؟ مطمئنی؟ آره کاملا. بزو یا من میرم بخوابم. باشه، البته لباسم هم عوض میکنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام عمه جان. سلام به روی ماهت عزیز. عمه چطوری نمه؟ من خوبم، ولی از دست دل خورم. کجا رفته بودی؟ راستش منم تو عروسی عشر اصلا خوشحال نبودم، ولی چی کار کنم، مادرشم، نمیتونستم جایی فرار کنم، چاره دیگه ایم نداشتم. زهرا کجاست؟ مامان بالا کار داشت. تو خونه کسی نیست؟ کی باید باشه؟ دایید که رفته سر کار و عشرم شرکته. و زویا؟ اون خونه مامانشه. پاشو برو، زهرا ممکنه منتظرت باشه. نه، من بهش گفتم که دارم میام پیش شما. این که خیلی خوبه. چیزی میخوری؟ نه، تو هواپیما یه چیزی خوردم. شما اگه کاری دارین بگین من انجام بدم. با چه رویی بهت بگم کار کنی؟ من خیلی آرزوها برات داشتم. این چه حرفیه که میزنین؟ من چجورم میام؟ حتی نتونستم برادر زادم رو خوشحال کنم. خیلی احساس شرمندگی میکنم. راستشو بخوای نمیتونم تو چشات نگاه کنم. عمه اگه به این حرفتون ادامه بدین من دیگه واقعا پیشتون نمیام. اینجوری نگو، دیگه از این حرفا نمیزنم. فریم رفت، عشرم کار دل خودشو کرد، من دیگه کاملا تنها شدم. عمه لطفا دیگه گریه نکنی. عمه عزیزم، من همیشه هستم، همیشه به دیدنتون میام. باشه، مگه من و شما عمه و برادرزاده نیستیم؟ الان دیگه باید برم، بازم میام.
چرا اینجوری نشستی؟ چجوری نشستم؟ انقدر غمگین، انقدر آشفته، انقدر ساکت. نه خیرم. هیچ لبخندیم که تو صورتت نمیبینم. من دیوونم؟ که تنها یه گوشه بشینم با خودم بخندم؟ آره، اتفاقا اگه با خودت حرف میزدی یا با خودت میخندیدی هیچ تعجبی نمیکردم. تازه ازدواج کردی، اونم با کسی که دوستش داری، پس چرا غمگین به نظر میای؟ من باید به اشر زنگ بزنم. همیشه تو به اون زنگ میزنی؟ اون به تو زنگ نمیزنه نه؟ ببخشید. چیزی شده؟ تو خونه شوهرت اتفاقی افتاده؟ نه، چیزی نشده. عشر بهت چیزی گفته؟ اتفاقا برعکس، اون هیچی نمیگه. یعنی چی؟ نمیدونم مامان، از وقتی ازدواج کردیم یه جور دیگه شده. هیچ حرفی نمیزنه و یه جا ساکت میشینه. به منم چیزی نمیگه. من توی نامزدی اینو متوجه شدم، ولی فکر کردم اون روز حالش خوب نیست. تو اونجا خوشحالی مگه نه؟ اون دوستت داره درسته؟ نمیدونم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. الو، از شرکت اومدی؟ خب راستش من خب کی میرسی؟ کجا؟ دنبال من عشر. ببخشید الان حرکت میکنم میام. خب منم غذا رو گرم میکنم. گوش کن. بله، بریم بیرون شام بخوریم. اما عشر، مامان غذای مورد علاقتو پخته. خیلی خوب باشه، پس من الان میام اونجا. نه، پس من با مامان حرف میزنم شام بریم بیرون.
باشه، خدافز. مرغ سوخاری، کباب، چی سفارش بدیم؟ عشر؟ عشر، تو از ازدواجمون ناراحتی؟ کی بهت اینو گفته؟ چهرت میگه، چشمات میگه. تو هم عجب فکرهایی با خودت میکنی زایا. ببینم، مگه فراموش کردی چقدر دوستت داشتم؟ هر بار که من بودم بهت پیشنهاد میدادم. تو میگی دوستم داشتی، تو عوض شدی. تو همه چی رو میدونی. منظورم اینه که بینمون یه سری سوء تفاهمات پیش اومد، ولی بعدش ازدواج کردیم دیگه. زایا، میگم لطفاً بهم زمان بده درستش میکنیم. من بازم دیوونه وار عاشقت میشم. حالا سفارش بدی؟ البته، منو که دست خودته. خب چی میخوری؟ نمیدونم، هرچی که تو بخوری. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. عشر، این کارا چیه؟ این شام رفتنا و این خرید رفتنا. من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام. من اون نگاه تو میخوام، اون نگاه های قبلیت که همیشه به سمتم بود. موقعی خرید کردن همه چی یه جوری به نظر میرسید که انگار من تنهایی رفتم. یه چیزی به هم بگو، تو واقعا به من علاقه داری؟ عشر ببین، اگه تو واقعا از اون رفتارم ناراحتی که من وقتی به هم ابراز علاقه میکردی مسخرت میکردم و جدی نمیگرفتمت، بس من معذرت میخوام. باور کن که من با تمام وجودم دوستت دارم. من نمیتونم بدون تو. این که بدون تو زندگی کنم یا ازم دور باشی و نمیتونم تحمل کنم، یا اینکه نزدیکم باشی و نگاهم نکنی. زایا ببخشید عزیزم، واقعا دیگه فرصت شکایت کردن رو بهت نمیدم.
من میدونم که بی صبرانه منتظر نامه بعدیم بودی. من از این میترسم که وقتی حرف عاشقانه بهت بزنم تو خجالت بکشی و ازم فرار کنی. این چیه؟ جواب نامه‌ای که دادی. نامه‌ای که من نوشتم؟ من هیچ وقت برات نامه ننوشتم. اتاقم خوابم نمیبره، میتونم اینجا کنار شما بخوابم؟ آره عزیزم، چرا که نه، بیا اینجا سرتو بذار. بیا دخترم. مامان جانم، میدونین چرا میخواستم دست به خودکشی بزنم؟ چرا عزیزم؟ اون موقع شما چه فکری کردین؟ همین که تو به اشر خیلی علاقه داشتی و اون هیچ علاقه‌ای به تو نشون نمیداد. وقتی تو اینو متوجه شدی که تو زندگی اشر یه شخص دیگه است، اون برام نامه می نوشت. حتی منم براش نامه می نوشتم، ولی وقتی ازش پرسیدم اون نامه رو تو صورتم پرت کرد، گفت که هیچ نامه‌ای برام ننوشته. وقتی داشت این حرفا رو به هم میزد از چهرش معلوم بود که داره راستش رو میگه، چون فقط اونجا من و اشر بودیم. اون حقیقت رو میگفت مامان، اما وقتی که اشتر گفت نامه ای برام ننوشته، من نتونستم تحمل کنم. من به خاطر اون نامه ها بیشتر از قبل عاشقش شده بودم مامان، ولی وقتی که اشتر همه چی رو انکار کرد من واقعا نتونستم تحمل کنم. و بعدش زایا چی شده؟ انگار خیلی ناراحتی. ها از این به بعد خونه مامانم نمیرم. چرا؟ یعنی تو نمیدونی؟ اشر همه چشمشون به ماست، مخصوصا اون جنید. حالا مگه چی شده؟ یعنی تو واقعا نمیدونی؟ تو ساکت میشینی، با هیچ کس هم حرف نمیزنی، خب بقیه چه فکری میکنن؟ این که بین من و تو مشکلی هست و ما کنار هم خوشحال نیستیم. نظر دیگران اصلا مهم نی، نظر تو مهمه. منم همین نظر رو دارم اشر، که تو با من خوشحال نیستی. Like
دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.